آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین دیدار خود از ترکیه پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته تلاش کرد که بر آنکارا فشار بگذارد تا به آزادی بیان احترام بگذارد و همچنین روابط آسیب دیده دو جانبه را جبران کند. در این دیدار رجب طیب اردوغان بار دیگر از برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی به رغم مخالفت احزاب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه دفاع کرد و از کاربرد اصطلاح تروریسم اسلامی انتقاد کرد. گزارش از همکارم فرهاد پولادی. آنکارا خواستار استرداد 40 سربازی است که ادعا می‌کند در کودتای نافرجام تابستان دست داشتند. ترکیه می‌خواهد که برلین درخواست پناهندگی این افراد را رد کند. آلمان هنوز به خواسته ترکیه پاسخی نداده است. خانم مرکل در این دیدار گفت که وجود احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون بخشی از یک جامعه دموکراتیک است. او بار دیگر تاکید کرد که آلمان از دولت ترکیه می‌خواهد فضای کار برای روزنامه‌نگاران را مهیا کند. این بسیار مهمه که در این مقطع زمانی ترکیه به حفظ آزادی بیان پایبند باشه. در این زمینه ما درباره آزادی کار رسانه‌ها به طور مفصل صحبت کردیم. من بار دیگر بر اهمیت اینکه خبرنگاران آلمانی برای فعالیت در ترکیه جهت پوشش خبرهایی که برای ما نگران کننده است مجوز دریافت کنند پافشاری کردم. در این دیدار رجب طیب اردوغان ابتدا از صدر اعظم آلمان خواست که از اصطلاح تروریسم اسلامی استفاده نشود که خانم مرکل توضیح داد که در ساختار زبان آلمانی بین فرد مسلمان و اسلامگرا تمایز قائل شده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین از طرح تغییر قانون اساسی که به موجب آن قدرت بیشتری در ریاست جمهوری متمرکز می شود دفاع کرد. او افزود که بر پای تغییرات پیشنهاد شده که به رفراندوم گذاشته می شود قوای مقننه و قضایی کماکان ادامه حیات خواهند داد. احزاب اقلیت اپوزیسیون ترکیه به دنبال دریافت حکم دادگاه هستند تا بتوانند جلوی برگزاری رفراندوم را بگیرند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.